خوش آمدید به 60 دقیقه سرخط خبرها. دقیقاً وارد کننده با صادر کننده تفاهم میکنه و در با ثبت این تفاهم در سامانه جامعه تجارت. کوتاه آمدن دولت از سیاست‌های سفت و سخت کنترل نرخ ارز، بازار ثانویه آغاز به کار کرد بلکه قیمت‌ها دوباره واقعی شوند. در ادامه این برنامه، از وعده های سوئیس تا فرش قرمز اتریش، آیا تهران چاره ای جز گذاشتن تخم مرغ‌هایش در سبد اروپایی ها دارد؟ زبان کشیدن خشم معترضان از دفتر والی فاریاب، دو غیر نظامی کشته شدند، رئیس ستاد ارتش افغانستان راهی میمنه شد. و روزهای سخت زادگاه رستم، خشکی 20 ساله دریاچه هامون نفس سیستانی ها را به شماره انداخته. سلام و شب بخیر، نادر سلطانپور هستم و من نگین شیراقایی. حدود 3 ماه پیش وقتی ایران دلار را تک نرخی کرد، بسیاری انتقاد کردند که این راه چاره نخواهد بود. خود دلار هم موافق بود، چرا که قیمتش حتی تا مرز 9000 تومان بالا رفت. حالا یک بازار جدید ارز راه اندازی شده، بازاری که هدفش جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت ارز و برگرداندن ثبات به ریال توصیف شده که کاهش شدید ارزشش باعث جهش قیمت‌ها شده. قرار است در بازار ثانویه صادرکننده ها و واردکننده ها با نرخی که بین خود توافق می‌کنند ارز خرید و فروش کنند. بیشتر درباره نحوه عملکرد این بازار صحبت میکنیم. اول گزارش امیر پایور. 2 ماه پیش با سلام و صلوات رونمایی شد. قرار بود نظام یکپارچه معاملات ارزی یا نیما تنها بستر خرید و فروش ارز باشد، آن هم با نرخ دلار 4200 تومان. اما حالا بازار دومی در کنار نیما باز شده، آن هم بر اساس هر قیمتی که خریدار و فروشنده توافق کنند. در پیگیری اقداماتی که در رابطه با ساماندهی بازار ارز انجام شد، خوشبختانه امروز اولین روزی است که بازار ثانویه کار خودش رو شروع کرده. همونطوری که استدلال دارید، از محل 20% صادرات کالای غیر نفتی، 20% عمدتاً بخش خصوصی رو شامل میشه و اقلام خرد رو، ولی کل این ارز حاصل از این نوع صادرات مبنای شده برای فعال شدن بازار ثانویه. مدلش هم اینه که دقیقاً وارد کننده با صادر کننده تفاهم میکنه و در با ثبت این تفاهم در سامانه جامعه تجارت این کار میتونه عملیاتی بشه. 3 ماه پیش دولت دلار را تک نرخی و نرخ آن را 4200 تومان اعلام کرد. نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود. هیچ نرخ دیگری، هیچ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم. برای ما هر قیمت ارز دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. دولت گفته بود به تمام نیازهای قانونی کشور با همین نرخ پاسخ خواهد داد. این وقتی بود که نرخ بازار حدود 6000 تومان بود. امروز که بازار ثانویه راه اندازی شده، هر دلار در بازار آزاد حدود 8000 تومان فروخته می شود. نه دولت توانست تقاضا را برآورده کند و نه قیمت بازار در آن رقم ها باقی ماند. در هفته های اخیر و با اعلام احتمال تحریم سویفت و بلا تکلیفی ایران در FATF، قیمت دلار در بازار به ارقام عجیبی رسید. نتیجه شد این اعتراض های کم سابقه در بازار تهران. بعد هم معلوم شد همانطور که خیلی ها پیش بینی کرده بودند، دلار 4200 تومانی منشأ رانت و فساد در بخش های مختلف شده. انتشار فهرست دریافت کنندگان این ارز رانتی نشان داد مثلا بعضی وارد کنندگان گوشی موبایل دلار ارزان گرفتند و به قیمت بازار آزاد فروختند. سازمان تعزیرات میگوید در یک مورد 5 میلیارد تومان تخلف شده. بعضی هم ارز گرفتند برای یک چیز و چیز دیگری وارد کردند. یک وارد کننده خودرو چای و دستگاه چای ساز وارد کرده و یک باشگاه فوتبال تایر خودرو.
حالا دولت از آن سیاست‌های سفت و سخت عقب نشسته و وجود یک بازار نسبتاً آزاد و بر مبنای توافق خریدار و فروشنده را به رسمیت شناخته. البته هنوز فعالیت صرافی‌ها محدود به حواله‌جات است و هر کار دیگری غیر از این غیرقانونی. شایع شده بود به زودی ارز مسافرتی هم قطع می شود، ولی رئیس کل بانک مرکزی گفت فعلا برنامه‌ای برای این کار ندارد. بانک مرکزی که زمانی دلالان بازار را به کمک نیروی پلیس دستگیر می کرد، حالا دستهایش را در برابر واقعیت بازار بالا می برد. گزارش امیر پایور بود که اینجا در استودیو با ما هست تا بیشتر در این باره با هم صحبت بکنیم. اما فعلا بریم به ازمیر ترکیه. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، از اونجا با ماست. آقای آزرمی، قدری بیشتر اول ما رو آشنا کنید با بازار ثانویه ارز. خب در گزارش شما به این اشاره شد، اسم این بازار بازار ثانویه هست، منتها حالا بازار چهارمی هست و نرخ چهارمی هست که در واقع داره در بازار ارز ایران ایجاد میشه بعد از نرخ 3800 تومان که برای کالاهای اساسی بر اساس در واقع صادرات ارز حاصل از صادرات نفت هست، 4200 تومان که حالا یه سری کالاهای اساسی دیگر رو عمدتاً ناشی از ارز ناشی از صادرات در واقع کالاهای غیر نفتیه ولی پتروشیمی و میعانات و صنعتی رو در واقع در بر میگیره. و این بحث بازار ثانویه و یه بازار آزاد هم داریم، یعنی در واقع الان 4 نرخ مختلف رو ما در بازار خواهیم داشت. این بازار در واقع همونطور که صحبت شد قرار هست که 20% از وارد صادرات غیر نفتی کشور که عمدتاً در حوزه های در واقع صنایع دستی و فرش و کشاورزی و معدن هست، در واقع این ارز حاصل از این صادرات رو به یه سری وارد کننده هایی که حالا دسترسی به اون سایر نرخ‌های دولتی ندارن در اختیارشون بذاره با اون مکانیزمی که اشاره شد. قیمت هایی که برآورد شده 6000 تا 6500 تومان هست، منتها امروز حالا اعلام شده توسط رئیس بانک مرکزی که روز اول بوده، ولی هیچ در واقع آماری ارائه نشده که قیمت مبادلاتی به چه صورت بوده و چه حجمی در واقع ارز معامله شده. بعد آقای آزمی را صحبت این هست که این 20% از صادرات غیر نفتی که وارد بازار ثانویه میشه برای خرید کالاهای، برای خرید در واقع فهرست سوم کالاهاست. مثال بزنید چه چیزهایی داریم صحبتش میکنیم؟ ببینید در واقع همونطور که صحبت شد در بخش صادرات فرش و صنایع دستی و محصولات کشاورزی و صنایع معدنی که بخش عمده ای از این همونطور که اشاره شد توسط رئیس بانک مرکزی در واقع بخش خصوصی تامین میکنه، اینها قرار هست در واقع اظهارنامه صادراتیشون رو و اون در واقع وضعیتی رو که دارن، دلاری رو که در اختیار دارن، منتها نه به صورت فیزیکی به صورت مجازی، در اختیار وارد کننده هایی بذارن که شامل کالاهای اساسی و اون کالاهای گروه دو نمیشن، مثل احتمالاً کالاهای مثل خودرو و در واقع سایر کالاها مثل موبایل که حالا در واقع الان هم بسیار داغ هست موضوعش و خودش دونرخی شده در بازار، یه سری کالاهایی که در واقع کالاهای غیر اساسی هستن که منتها خب وارداتشون انجام میشده در طول این سالها و کمبودشون ممکنه به بازار لطمه. فهم میکنید که خب حب راجب این گفتی کمبودش ممکنه به بازار لطمه بزنه، چه پیامدی ممکنه داشته باشه برای بازار این گونه کالاها؟ خب میتونه تا حدی کمک بکنه اگر که این مکانیزم درست اجرا بشه و این در واقع توافق واقعا صورت بگیره، دخالت دولت درش نباشه، این میتونه کمک بکنه که واردات یه سری کالاهای مصرفی که همونطور که تو گزارش شما هم بود الان در بازار با کمبود شدید مواجه شده و در واقع از دلایل اعتراضات اخیر هم بود، این رو تا حدی جبران بکنه صادراتی که انجام میشه. منتها اما اگرهای زیادی وجود داره، مکانیزمی که فعلا داره ازش صحبت میشه در واقع باز خود این مکانیزم میتونه فساد ایجاد بکنه، چون بحث این هست که مراجعه کننده باید بره در واقع اون کسی که نیازمند ارز هست به صادر کننده مراجعه بکنه برای در واقع اینکه بخواد توافق رو انجام بده و نرخی شکل بگیره. صحبت از این بود که بازار بورس در واقع بستر این توافق و معامله باشه، منتها ظاهرا منتفی شده. به نظر میاد هنوز سیاست‌گذاری و چارچوب خیلی دقیقی برای بازار ثانویه وجود نداره که ببینیم اون پروسه اجرایی که بسیار مهم هست در همچین حوزه‌ای به چه وضعیتی خواهد بود. بعد آقای آزرمی، این مسئله اشاره کردیم به طور گذرا، این توافق چطور انجام میشه وقتی صادر کننده
میدونه که در بازار در بیرون در بازار آزاد قیمت الان مثلا حدود 8000 تومنه، به چه شکل باید متقاعد بشه که این رو الان مثلا حدود 6000 تومن به یک وارد کننده بخواد بفروشه؟ خب ببینید، صادرکننده هایی که تو این حوزه هستن عموما ارزشون رو نمیتونن به صورت فیزیکی وارد بکنن. بازار اسکناس اگر اسمش رو بذاریم که همون بازار آزاد هست، چون ممنوع شده عملا صادرکننده ها هم در واقع نمیتونن این رو، و همچنین کانال های انتقال ارز ایران هم با مشکل شدید مواجه هست، این ارز رو نمیتونن وارد بکنن. به نظر برای اونها هم شاید این معامله بهتری باشه، مگر اینکه دسترسی داشته باشن که بتونن واقعا اون ارز صادراتیشون رو که خارج از کشور هست بتونن در واقع به بازار آزاد ایران وارد بکنن، که خب این پروسه مشکلی هست، منتها ممکن هست که بعضیشون دسترسی داشته باشن و مطمئنا دیگه تمایلی به این کار ندارن، ولی بخش زیادیشون به نظر میاد که این بازار بازار جذابی براشون باشه. نرخ این بازار هم میتونه تا حدی تاثیرگذار باشه روی در واقع نرخ بازار اسکناس، و همینطور که میبینیم در همین چند روز هم باعث شده که تا حدی اون التهاب بازار اسکناس در واقع کم بشه. مشابه این سیاست گذاری در اوایل دهه 70 هم بوده که یه بازار ثانویه‌ای ایجاد شده که نرخش به بازار آزاد نزدیک‌تر بوده و بازخورد مثبتی داشته بر روی در واقع بازار آزاد. بعد اون وقت این بازار ثانویه، فکر میکنید که از چه حجمی، چه مقدار از صادرات ما داریم صحبت میکنیم؟ آیا این میتونه این پیامد رو به دنبال داشته باشه که یک مقداری عرضه و تقاضا رو باعث توازن عرضه و تقاضا بشه و تقاضا برای بازار عرض آزاد رو در بازار آزاد کم کنه تا قیمت اونجا هم پایین بیاد؟ ببینید، اعداد و ارقامی که اعلام شده عمدتاً بر پایه صادرات و واردات سال 96 هست به نظر میاد، حجمی که از بازار تخمین زده شده توسط خود بانک مرکزی. سال قبل بر اساس اعلام سازمان تجارت ایران کل واردات 54 میلیارد دلار بوده، صادرات در واقع 47 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، و این رو اومده همون بحث 80% 20% رو بر اساس این حجم، در واقع حجم این بازار ثانویه رو حدود 5.6 میلیارد دلار تخمین زده اگر که وضعیت واردات و صادرات مشابه سال قبل باشه. منتها خب ما روند رو میبینیم که متفاوت هست. کل سال قبل 54 میلیارد دلار وارد شده، آماری که اعلام شده در دو ماهه اول امسال 27 میلیارد دلار، یعنی نصف کل سال قبل ثبت سفارش برای واردات انجام شده به دلیل اون نرخ 4200 تومان که خب اونا خیلیشون البته پاسخ داده نشده و جواب منفی میگیرن. اونهایی که فقط رانت ارتباطی دارن تونستن به ارز 4200 تومان دسترسی پیدا کنن. اما به نظر میاد این حجم یه بخش کوچیکی از بازار هست. دولت کماکان سعی میکنه به خصوص تو کالاهای اساسی با ارز در واقع ناشی از صادرات نفت با نرخ پایین‌تر اثر تورمی در واقع افزایش ارز رو بتونه جبران بکنه. و همچنین توی بازار در واقع کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی عمدتاً از صادرات کالاهای پتروشیمی و غیر نفتی میاد، که البته خود اون هم فسادزا هست، چون در واقع کنترل روند و پروسه این که این نرخ ارز داده شده دولتی در کالای نهایی هم لحاظ بشه عمدتاً خودش ایجاد فساد می‌کنه. بعد فرصت کوتاهی که داریم آقای آذرمی، 20% صادرات غیر نفتی وارد این بازار میشن، اون 80% کجا میرن؟ همونطور که صحبت شد 80% باز دو بخش میشه. یه بخشیش در 80% کالای غیر نفتی و بحث کالاهای پتروشیمی و صنعتی و معدنیات گازی هست که قرار هست به کالاهای اساسی در واقع به اونها در واقع تخصیص داده بشن، و یه بحث هم ما صادرات نفتی رو داریم که اون رو دیگه کالاهای پایه‌ای و کشاورزی و اقلامی مثل گندم و ذرت و اینها قرار هست بهش در واقع تخصیص داده بشه با اون نرخ 3800 تومان. یعنی در واقع الان سه بخش رو داریم بجز بازار اسکناس که خب بازاری هست که به رسمیت شناخته نشده. این به نظر میاد این بازار ثانویه تا حدی بتونه اگر که تمام شرایطی که صحبت شد درست انجام بشه و پروسه کاری در واقع تاثیر مثبتی داشته باشه روی قیمت سایر بازارها، و شاید اصلا اصلاح بکنه روند نگاه سیاستگزار رو به اینکه با در واقع پایین نگه داشتن نرخ ارز میتونه اثر تورمی کالاهای در واقع که از ارز استفاده میکنن رو کنترل بکنه. شاید این تغییر دیدگاه رو در سیاستگزار اقتصادی ببینیم. گام مثبتی هست اگر که به درستی روش انجام بشه. صحبت هایی بودیم روزها که
قرار هست تو این بازار هم تعیین کف و سقف قیمتی بشه که اگه این اتفاق بیفته عملا این هم مثل اون سامانه نیما بی اثر خواهد. متشکرم از شما آرش آذرمی در ازمیر ترکیه. بگردیم اینجا با خبرنگار اقتصادمون امیر پایور صحبت کنیم. امیر، ضرر مسئله هست، انگلیسی ها میگن که دولت ها نهایتا کار درست انجام میدن متو بعد از اینکه همه کارهای اشتباه انجام دادن. الان به نظر میاد که بسیار متفق القول هستن که این اقدام گام درستی هست، اما چطور شد که دولت آقای روحانی یک دفعه رفت سراغ تک نرخی کردن ارز؟ درسته، یک مقطع در واقع تحت شرایط غیر عادی این اتفاق افتاد. مثل ماشینی بود که در جاده حرکت میکرد، یک دفعه با یه مانعی برخورد کرد، زد تو خاکی و الان 3-4 ماهه که در واقع تو خاکی داشت بیرون. عجیب بود که دولت آقای روحانی غافلگیر شد از این اتفاقی که میشد پیش بینی کرد با توجه به حرفایی که دولت مردان آمریکایی میزدن، احتمال خروج آمریکا از برجام و احتمال بازگشت تحریم‌ها. و از اون عجیب تر این بود که بعد از این غافلگیری سیاست‌هایی که اتخاذ کردن عیناً انگار از یک زومکنی در اومده که از زمان دولت آقای احمدی نژاد توی بانک مرکزی جا مونده باشه. دستگیری دلالان، اعلام تک نرخی کردن ارز، اون بگیر و ببندها، اینا همه چیزهایی بود که یک بار در دوران ریاست آقای محمود بهمنی در بانک مرکزی دولت آقای احمدی نژاد همه امتحان شده بود و شکست خورده بود، چند ماه بیشتر دوام نداشت. و همین اتفاق هم دقیقاً در مورد دولت آقای روحانی افتاد. تصویر آقای جهانگیری که تو گزارش هم داشتیم، اونجایی که میاد دلار رو تک نرخی اعلام میکنه با یک نرخ، رفت کنار تصویر آقای بهمنی که دلار رو 1226 تومان اعلام کرد، هر دو به تاریخ پیوست. دلار هیچ وقت تک نرخی نشد در ایران، همونطور که اشاره کردن بازار همچنان وجود داشت. خود دولت حالا کم کم این نرخ‌های دیگر رو اضافه کرده. برگردیم به سوال تو، در واقع به خاطر یه شرایط غیر عادی بود که این اتفاق افتاد، اما واکنش دولت چیزی بود که از دولتی با این سیاست‌ها طبیعتاً انتظار نمی‌رفت. معمولاً پیش مشکل اصلا پیش‌بینی وضعیت ارز و اقتصاد، اما در خصوص ایران این مسئله بغرنج‌تر هست، چون در ماه‌های پیش رو ما می‌دونیم که متغیرهای بسیاری وارد میدان اقتصادی ایران میشن که می‌تونه به شدت متحول کنه اوضاع رو. کاملاً. غیر از اجرای نحوه اجرای این در واقع سامانه یا این سیستم جدید که مثل چیزهای دیگه در ایران بعد از اینکه راه اندازی میشه تازه آزمون و خطا میشه باهاش، غیر از در واقع این بحثی که سر سقف این سامانه هست و اینها که میتونه این رو هم با مشکل مواجه کنه، همونطور که اشاره کردی ما مسئله خیلی عمده تر در پیش رو داریم، مثل احتمال تحریم سویفت، مثل شروع اجرای در واقع تحریم های نفتی آمریکا و مثل مسئله ایران با FATF که هر سه اینها میتونه اون مجرای ورود ارز رو به کشور مختل بکنه، از اینی که هست دچار مشکل بیشتری بکنه. و سامانه‌ای مثل این نیما و چیزهای دیگر و کل این بازارها نهایتاً وابسته خواهند بود به این شریان ورود ارز خارجی، هر چقدر که اون سیستم طراحیش درست باشه و منطق پشتش درست باشه، که همونطور که میگی تا الان امروز خیلی از متخصصین در واقع بازخورد خیلی مثبتی نسبت بهش نشون میدن نسبت به این سیاست، ولی در عمل ممکنه که، ولی اون مشکلاتی نیست که نیما و بازار ثانوی و غیره بخوان حل کنن، مشکلاتی است که همونطور که همه میدونیم بارها هم بحث شده در سطح خیلی کلانتر، سیاسی بین ایران و اروپا، بین ایران و آمریکا، در اون سطح باید حل شه. چون در غیر این صورت اگر صادرات نفتی ایران متوقف شه یا به صفر برسه یا خیلی کم شه، دلاری نباشه برای واردات کالاهای اساسی و ضروری، طبیعتاً بازارهای دیگه هم دلارشون در واقع باید سمت بره به سمت اون چی که ضرورت و اولویت اول کشور هست، ایران هست، تا کالاهایی مثل کالایی که بهشون اشاره شد. متشکرم از امیر پایور. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دومین بخش از سفر اروپاییش دیداری رسمی را از اتریش آغاز کرده، دیداری که بازداشت یک دیپلمات ایرانی وابسته به سفارت ایران در وین به ظن فعالیت‌های تروریستی بر اون سایه انداخته. رئیس جمهوری ایران میگوید اگر اروپا منافع کشوری را تضمین کند، ایران هم بدون آمریکا در برجام میماند. اتریش رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است. کسرا ناجی و جزئیات بیشتر.
فرش قرمز برای حسن روحانی اینجا در وین، در این سفر رسمی او به اتریش. اینجا نشانه ای از ناخرسندی میزبان دیده نمی شود. اتریش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را هفته گذشته به دست گرفت و استقبال رسمی و گرم از آقای روحانی در اینجا در اتریش بعد از چنین استقبالی در سوئیس پیامی به آمریکا دارد که اروپا سخت با منزوی کردن ایران و برهم زدن توافق هسته‌ای مخالف است. اینجا خوش و بش آقای روحانی با وزیر خارجه اتریش. وزارت خارجه اتریش دیروز سفیر ایران در اتریش را فراخواند تا پیامی به او بدهد. مسئولیت دیپلماتیک فرد دستگیر شده در آلمان را لغو کنید. به سفیر ایران این هشدار هم داده شد که چون علیه دیپلمات دستگیر شده که عضو سفارت ایران در وین است، اروپا دستور جلب صادر کرده، اتریش به هر حال مسئولیت این دیپلمات را رأساً ظرف 48 ساعت لغو خواهد کرد. یعنی تا فردا. در سفارت ایران امروز سکوت. وزیر خارجه ایران گفته است که این سر و صداها یک توطئه است علیه ایران برای تحت و شعاع قرار دادن سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا. او قول داده است با تحقیقات پلیس در 4 کشور اروپایی، اتریش، آلمان، فرانسه و بلژیک همکاری کند. برای طرف ایرانی اما امروز تمرکز بر روی زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای بود، چیزی که وین هم خواهان آن است. تا جایی که برای ایران امکان پذیر باشه برجام را حفظ و حراست خواهد کرد. این در صورتی است که ایران بتونه از منافع برجام به خوبی استفاده کنه. ما با اتریش آقای روحانی دیشب برای ایرانیان مقیم اتریش سخنرانی کرد. او گفت ایران میتواند برای ادامه ارتباطات تجاریش با اروپا به شرکت‌های کوچک متکی باشد. درسته برخی از شرکت‌های بزرگ اروپایی میگن ما مشکل داریم با ایران ادامه بدیم. همزمان شرکت‌های متوسط و کوچک به ما اعلام میکنن که ما آماده ایم با ایران کار بکنیم. حالا اتفاقا ما اگر میخواییم انتقال تکنولوژی به داخل کشور انجام بدیم، شرکت‌های متوسط و کوچک بهتر میتونن با شرکت‌های ما کنار هم قرار بگیرن و تکنولوژی رو وارد کشور ما بکنن تا یک شرکت خیلی بزرگ. گفتگوهای ایران و اتریش امروز در سایه اتهام‌های تازه فعالیت‌های تروریستی علیه ایران برگزار شد، چیزی که هر دو طرف ترجیح می‌دادن چنین نباشد. کسرا ناجی خبرنگار ما از وین الان همراه ماست. کسرا برامون بیشتر بگو که یک بخش رو در گزارش توضیح میدی، تا اینجای سفر آقای روحانی چه گذشت؟ ظاهراً طبق نقشه پیش رفت و همه اون مسائلی که باید انجام میشد شد. آخرین برنامهش اینجا همین 1 ساعت پیش تمام شد. در سخنرانی در مقابل تجار و فعالان اقتصادی در اتاق اقتصادی اتریش، همین 2-3 کیلومتری اینجا پشت من، اونجا در آقای روحانی سخنرانی کم و بیش احساساتی داشت. صحبت از این کرد که دنیا باید جلوی یک جانبه‌گرایی آمریکا بیسته، جلوی کارهای غیرقانونی آمریکا بیسته. صحبت از این کرد که این تصمیم ماست، این نقل قول مستقیمشه، میگه این تصمیم ما هست در سراسر جهان و از جمله در اتریش که در مقابل اقدامهای غیرقانونی چگونه تصمیم بگیریم. در میان فشارهای آمریکا، در مقابل فشارهای آمریکا تسلیم بشیم یا اینکه در برابر بیقانونی ها ایستادگی کنیم. روشنه که امیدواری هست، امیدواری طرف ایرانی اینه که شرکت های کوچک و متوسط حداقل بتونن به کار با ایران ادامه بدن، در ایران فعال باشن و فعال بمانن. صحبت از این شد که سال گذشته حجم بازرگانی دو طرف 4450 میلیون یورو بوده. اظهار امیدواری شد که به همین از این هم بیشتر بشه سال آینده، که بسیار بسیار خوشبینانه خواهد بود اگر چنین چیزی بشه. قبل از اون هم آقای روحانی با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت کرد و قبل از اون گفتگوهایی داشت با صدر اعظم آلمان سباستیان کورتز، صدر اعظم جوان آلمان.
که اونجا صحبت از همین اتهام‌های تازه تروریستی شد و صدر اعظم آلمان گفتش که این رو با آقای روحانی مطرح کرده و آقای روحانی از طرف دولت ایران قول داده که همکاری بکنه برای شفافیت در این مورد. ممنونم. کسایتش اشاره کنم که منظور صدر اعظم اتریش بود نه آلمان، اما به هر حال آقای روحانی هم صدر اعظم اتریش. برنامه بعدی آقای روحانی چه هست؟ از اتریش کجا قراره بره؟ آقای روحانی برمیگرده به تهران، قراره که هواپیماش همین امشب برگرده. قبلا صحبت از این بود که آقای ظریف وزیر خارجه اینجا بمونه، برای اینکه روز جمعه قراره که در همین هتل کوبرگ جلسه داشته باشه، جلسه کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای با حضور همه وزیران خارجه به غیر از آمریکا که امضا کننده توافق بودن. ببخشید. اما گفته شد که آقای ظریف احتمالاً امشب برمیگرده به تهران به خاطر اینکه کاری داره اونجا و فردا قراره دوباره فردا شب یا پس فردا صبح به وین برگرده برای این جلسه مهم که قراره درش تصمیم بگیرن وزرای خارجه شش کشور که چگونه میخوان برجام رو زنده نگه دارن. ممنونم کسرا کسرا ناجی که برای پوشش این سفر به وین سفر کرده. اما همینطور محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین الملل از شهر پاریس در فرانسه همراه ماست. آقای شعله سعدی، اگر آقای روحانی مثلا به فرانسه میرفت، آلمان میرفت، کشورهایی که بیشتر در اتحادیه اروپا طرف ایران بودن یک توصیفی داشت، چرا این وسط اتریش و سوئیس رو انتخاب کرد برای سفرش؟ اهمیت این دو کشور چه هست؟ من فکر می‌کنم در حال اهمیتی که اتریش میتونه داشته باشه ریاست دوره اتحادیه اروپا هست، وگرنه به جز این اتریش و سوئیس نه حجم تجاری عظیمی با ایران دارن و نه اینکه اصولا حتی در فرایند ایجاد برجام شرکت داشتن به طور مستقیم یا عضو 5+1 در مذاکرات بودن. در نتیجه من فکر می‌کنم اهمیت ثانویه‌ای دارن این کشورها و کشورهای اصلی که در برجام حضور داشتن فکر می‌کنم مهمترین کشورهایی هستن که آقای روحانی می‌تونه باشون تعامل پیدا بکنه. خب با این حساب فکر می‌کنید که چه دستاوردی داشت این سفر برای آقای روحانی؟ بیشتر دستاورد سیاسی داره این سفر تا دستاورد واقعی تجاری برای ایران. ایران میخواد به هر شکلی نشون بده که منزوی نیست و سیاست‌های آمریکا و در واقع همراهیش با اسرائیل و عربستان شاید آنچنان کارساز نیست و نتونستن ایران رو به صورت کامل منزوی بکنن. من فکر می‌کنم بیشترین تاثیر این سفر این هستش. اما چقدر واقعا شما میگید کاری نمیتونه بکنه، چرا کاری نمیتونه بکنه؟ آقای روحانی از این میگه ما راههای جایگزین پیدا میکنیم، به جای اینکه بریم سراغ شرکت‌های بزرگ الان میخوایم با شرکت‌های کوچک مثلا اتریش و سوئیس رابطه برقرار بکنیم. فکر میکنید یعنی حتی این هم امکان پذیر نیست براشون نتیجه بخش باشه؟ ببینید، اول مشکل ماجرا این هست که اقتصاد ایران وابسته است در درجه اول به نفت و فروش نفت ایران. در نتیجه گلوگاه اقتصاد ایران نفت و صادرات نفتش هست و مخاطب اصلی این در واقع مرابطات بیشتر کشورهایی هستن که با ایران تبادلات تجاری روی زمینه نفت دارن، هند، چین، کره جنوبی و کشورهای از این قبیل. در این حال کشورهای دیگه اروپایی، نه اینکه اقتصادشون کوچیک هست و هیچ فایده برای ایران نداره، واقعیت امر این هست که حتی شرکت‌های کوچیک حتی اگر بخوان با ایران مراودات داشته باشن، در درجه اول احتیاج به همراهی تکنولوژیک شرکت‌های بزرگتر دارن یا قطعا همراهی مالی و در واقع بانکی، که مشکل عظیمی که ایران باش دست و پنجه نرم میکنه امروز این هست که اصولا بانک‌های بزرگ بعد از برجام هم نیومدن با ایران کار بکنن و قطعا حتی بانک‌های کوچیک هم مشکل خواهند داشت از این به بعد با ایران کار بکنن و در واقع حتی شرکت‌های کوچیک عمده مشکلشون در واقع مراودات مالی با ایران خواهد بود. اگر نگاهی بکنیم به واکنش‌هایی که در داخل ایران به این سفر آقای روحانی
بود. مثلا قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران واکنش نشون داد به حرفایی که آقای روحانی در مورد برجام زد و از اون به نیکی یاد کرد و موضع آقای روحانی رو ستود. چقدر پیام داخلی داشت این سفر؟ پیام داخلیش هم من فکر می‌کنم باز همون چیزی است که به کشورهای خارجی می‌خوام نشون بدن، اینکه ایران منزوی نیست و مردم رو یک مقداری آرام بکنم از لحاظ ذهنی و آشفتگی و استرسی که توی کشور هست یه مقدار کم بشه و آقای روحانی نشون بده که ما به هر حال تبادلاتی با خارج داریم و مراوداتی با کشورهای دیگه داریم و اینطور نیست که آمریکا یک جانبه بتونه کشور ما رو منزوی بکنه. ممنونم از فرصتی که به ما دادید. محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل همراه ما. در ادامه 60 دقیقه، دو دهه خشکی دریاچه هامون و متروکه شدن فزاینده روستاهای مرز شرقی ایران. و نگاهی به جام جهانی فوتبال، تیم‌ها غربال شدند، آنها که رفتن و آنهایی که ماندند. در شمال افغانستان رئیس ستاد ارتش برای کنترل اوضاع به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب رفته. در دومین روز اعتراض شماری از مردم به دستگیری نظام الدین قیصاری از فرماندهان وابسته به حزب جنبش دو نفر کشته شدند. آقای قیصاری نماینده عبدالرشید دوست و معاون اول رئیس جمهوری در این ولایت است. معترضان بخشی از ساختمان ولایت را آتش زدند. ارشاد هنریار گزارش می‌دهد. آتش خشم معترضان از دفتر والی فاریاب زبانه کشیده. دومین روز اعتراض بر دستگیری نظام الدین قیصاری، نماینده ویژه جنرال دوستم در این ولایت به خشونت کشیده شد. پلیس میگوید معترضان با پرتاب سنگ به سوی آنها آغازگر خشونت بودند. اما انگشت اتهام معترضان به سوی پلیس است. یکم نیروهای چی دولت ضربه کرد دستر ما باز مرمی خوردم. اعتراض های امروز در فاریاب با کشته شدن دست کم دو نفر و زخمی شدن ده نفر پایان یافت، اما به نظر نمی رسد این پایان ماجرا باشد. چرا نظام الدین قیصار را دستگیر کرد؟ چگونه گده بود؟ از مردم دفاع میکرد؟ طالبه میزد؟ چگونه گده بود اشرف غنی؟ نظام الدین قیصاری از فرماندهان ارشد حزب جنبش دیروز بازداشت شد به اتهام زورگویی در برابر دولت. دستگیری او موج از اعتراض ها را در پی داشته. دولت میگوید هیئت را برای بررسی وضعیت به این ولایت فرستاده، ولایتی که رفته رفته به یکی از ناامن ترین ولایت های شمالی بدل شده است. ارشاد هنریار، بی بی سی، کابل. عبدالوحید احمد کارشناس مسائل سیاسی افغانستان از کابل با ماست. آقای احمد، قدری بیشتر از نظام الدین قیصاری برای ما بگید، او کیست و آیا آن خشونت‌هایی که الان شاهدش بودیم در میمنه فاریاب به خاطر خود اوست یا فراتر از اوست؟ سلام. نظام الدین قیصاری را میشه گفت که بازوی نظامی جنرال دوستم است در ولایت فاریاب و بر اصطلاح فرمانده نظامی حزب جنبش است. اعتراضاتی که ما امروز در فاریاب شاهدش بودیم، ای به عنوان دفاع تنها از آقای قیصاری نیست، بلکه یک روش است که در برابر رقابت‌های سیاسی که پیش از انتخابات خصوصا در شمال افغانستان به راه می‌افته، در برابر از ایستاد شد. نظام الدین قیصاری در مجموع پروسه های ملشه سازی در افغانستان تا هنوز نتیجه مثبت نداده و ادبیاتی که در زمینه ملشه سازی در افغانستان تا هنوز خلق شده حکایت از این میکنه که این ملشه ها، گروه های غیر مسئول، اکثرا برای قوانین نقض میکنن، نقض حقوق بشر میکنن و زورگویی میکنن. در ذات خودش گرفتاری آقای قیصاری شاید یک مسئله حقوقی باشه، اما یک جنبه سیاسی هم داره که نگرانی های را آفریده.
جدا از مسئله سیاسی، آیا بعد قومیتی هم داره؟ در فاریاب داینامیک های قومی که در اونجا وجود داره بدون شک که در اونجا اقلیت های وجود داره و اکثریت های وجود داره و نشانه های از زورگویی ها وجود داشته در گذشته و کمه، بسیار کمه دیده میشه که رنگ و بوی قومی در این گرفتاری وجود داشته و از امو خاطر است که چون حزب جنبش ملی یک حزب اکثریت ازبک هستند و نظام الدین قیصاری به عنوان یک فرمانده ارشد حزب در اونجا گرفتار شده و تا هنوز هم مشخصا معلوم نیست که چی سرنوشت ایشان چطور میشه. دقیقا بخش های از این میشه که مربوط شده به رقابت های قومی هم محلی هم در سطح ملی. آقای احمد، آیا دولت آقای غنی تصمیمش رو گرفته که با جنبش های در واقع با جنبش های مردمی برخورد بکنه؟ چون علاوه بر رضا بدیر قیصری در روزهای گذشته دو فرمانده خیزش مردمی در ولایت اروزگان و فرا هم بازداشت شدند. خب بحث، من بیشتر خدمتتون گفتم، بحث ملیشه سازی و خیزش های مردمی در افغانستان در شمال لااقل که ما اونجا کار کردیم از سال 2009 شروع شده. ملیشه ها و این نیروهای خیزش مردمی اکثرا بر اساس گزارش هایی که توسط نهادهای دیدبان حقوق بشر نشر شده و نهادهای تحقیقی، اینا اکثرا نقض حقوق بشر کردن، مردم شکنجه کردن، مردم آزار دادن. نفس از این که مثلا دولت اقدام میکنه و مثلا نیروهای مسلح غیر مسئول را خلع سلاح میکنه، این خوب است، ولی وقتی مسائل رنگ و بوی سیاسی و قومی میگیره، باز در شرایط فعلی که افغانستان قرار داره با این ثبات سیاسی نسبی که ما داریم، به نظر ما برای فعلا مناسب نیست. متشکرم از شما عبدالوحید احمد در کابل. چند دقیقه رو با چند خبر کوتاه را می‌بینیم. ارتش آمریکا میگوید مصمم است آبراه خلیج فارس را برای رفت و آمد نفتکش‌ها باز نگه دارد. یک سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا به خبرگزاری آسوسییتد پرس گفته نیروهای آمریکا و متحدانش در منطقه آماده‌اند تا از جریان آزاد تجارت در آب‌های بین‌المللی محافظت کنند. احتمالاً واکنش به صحبت‌های رئیس جمهوری ایران که در سوئیس گفته بود معنی ندارد نفت ایران صادر نشود اما نفت منطقه صادر شود. سخنانی که با اقبال فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روبرو شد. قاسم سلیمانی در نامه‌ای به حسن روحانی گفت برای اجرای هر سیاستی که مصلحت حکومت باشد آماده است. رئیس پلیس تهران از بازداشت فردی خبر داده که سلطان سکه لقب گرفته. به گفته پلیس او پارسال 2 تن سکه طلا جمع‌آوری کرد و امسال به قیمت دلخواهش در بازار عرضه کرد. به گفته حسین رحیمی پلیس همچنین فردی را دستگیر کرده که 170 میلیارد تومان سکه خریده بود. افزایش شدید قیمت سکه در ماه‌های اخیر اعتراض‌های زیادی به دنبال داشت. پیش از 20 نماینده مجلس ایران خواستن محدودیت سفر مولوی عبدالحمید امام جمعه سنی های زاهدان لغو شود. به گزارش خبرگزاری کار ایران، آنها به وزرای اطلاعات و کشور تذکر دادند که در شرایط فعلی کشور به تقویت همبستگی ملی نیازمند است. مولوی عبدالحمید گفته فقط اجازه سفر به استان های قم و تهران را دارد. یک مقام استانداری اصفهان گفته شخص استاندار اصراری ندارد که منطقه موته معدنکاری شود، منطقه‌ای که بخشی از آن پناهگاه حیات وحش است. در روزهای اخیر انتشار مجوزی با امضای استاندار اصفهان محسن مهرعلی‌زاده برای اکتشاف معدن در موته که کانون زیست آهوی ایرانی است با مخالفت زیاد و مقاومت فعالان محیط زیست روبرو شده. حوزه علمیه اصفهان قصد دارد این معدن را راه اندازی کند، اما گفته‌های امروز استانداری اصفهان نشان از تردید استاندار دارد. در حالی که نگاه ها در ایران به بحران آب در خوزستان است، منطقه سیستان در شرق کشور وضع به مراتب بدتری دارد.
20 سال خشکی باعث مهاجرت بیشتر ساکنان روستاهای مرزی شده و بادهای 120 روزه سیستان خاک رو از بستر خرج که دریاچه هامون به هوای شهرها و روستاهای ایران میبره. آلودگی ریزگردها به قدری زیاده که طی 3 روز گذشته 49 نفر در این منطقه بستری شدند. شهریار سیامی نگاهی کرده به خشکی منطقه سیستان. باد 120 روزه سیستان که خاک را از کف دریاچه خشک هامون برمی‌دارد. خاکی که حالا اینجاست، در هوای شهرها و روستاها و در ریه‌های ساکنانش. 20 سال است که هر سال مردم سیستان باید دست به دعا شوند که هامون پرآب شود، وگرنه روزگارشان تیره و تار خواهد بود. هامون برای اولین بار در سال 1378 خشک شد. اگرچه بهار بعضی از سالها آب دارد، ولی هرگز این هامونی که بزرگترین دریاچه آب شیرین فلات ایران بود نشد که نشد. بیابی سالهاست گرفتاری مردم سیستان است. گرد و غبار همراه آن باعث شده روستاهای انبار پیشین قلعه ایران به این روز بیفتند. مردم در سکوت و بی‌توجهی هموطنانشان خانه هایشان را ترک کردند و به سرزمین های دیگری رفتند. روستاهای مرزی یکی پس از دیگری خالی شدند. میگه شما مرزداران غیور سیستان هستید، مرزداران غیور. غیورم که باید یک شامی داشته باشه. غیوری که یک شام نداشته باشه چجوری بهش غیور میگن؟ کسی که داره از گشنگی خجالت زن و بچه میکشه بهش میگن غیور؟ یک آدم بدبختی دور افتاده است که کسی بهش هیچ نگاهی نداره. حالا معلوم نیست این مرزنشین غیور کجای ایران است، اما ماجرا از کجا شروع شد؟ ورود نیروهای ناتو به جنوب افغانستان و تصمیم آنها برای توسعه سد کجکی، بندی که افغانها سالها پیش روی رود هیرمند ساخته بودند و برای برطرف کردن نگرانی همسایه در سال 1352 با دولت وقت ایران قرارداد تامین حق آبه هیرمند را امضا کردند. اما آمریکایی‌ها کاری به قراردادهای گذشته نداشتند و می‌خواستند تأسیسات سد را توسعه بدهند و تاج آن را بالا ببرند. می‌خوایم توربین سوم را هم اضافه کنیم. سال‌هاست کارش ادامه داره. قسمتی از اون رو از سال 2008 آوردیم. با اضافه کردن این توربین 50% به تولید برق کجکی اضافه میشه. ارتش بریتانیا در طول این سال‌ها به سختی امنیت این سد در ولایت هلمند افغانستان را تامین کرد و حدود 7 سال پیش در عملیاتی دشوار دو توربین آبی را به محل سد انتقال داد. هرچند حالا فقط یکی از آنها کار می‌کند، ولی 3 مگاوات تولید برق مراکز ولایت‌های قندهار و هلمند به 10 مگاوات افزایش یافت. آبرسانی به مزارع بالادست سد هم کمی بهتر شد. هرچند بخش زیادی از آب دریاچه سد کجکی برای مزارع غیرقانونی خشخاش و تولید تریاک استفاده می شود. اما پایین دست سد ایران بود. هر سال وضع بدتری پیدا کرد. اصلا دیگه الان آب نیست، هیچی نیست، آب خوردن نداره، آب خوردن با تانکر برامون میادن. تانکر هم بعدی 15 روز 16 روز یک روز میاره. بدبخت شده مردم زابل، بدبختترین مردم ته جهان. ما میگم دیگه نفسای آخرمونه دیگه. افغانستان میخواهد همچنان پروژه های سدسازیش را ادامه بدهد. توقع ما از همسایگان ما این است که از ایجاد بندها و شبکه‌های استفاده از منابع آبی نگران نباشند. 5000 ماهیگیر شغلشان را از دست دادند. هزاران کشاورز دامدار با کمک دولتی روزگار می‌گذرانند. همه روستای دیده راست. از هم خود صد تا همینجا خونه بیدن. الان هیچی نیست. همه رفته شهرستان، رفته برکو. مردم از گشنه رفته برکو رفته بود. ایران از گرفتن حقابش روی زمین و از همسایه ناتوان است. در همین حال اما بعضی مسئولانش در آسمان دنبال ابدورس‌های آمریکایی و اسرائیلی می‌گردند. شهریار سیامی، بی بی سی. عزام بهرامی کارشناس محیط زیست از تورین ایتالیا همراه ماست. خانم بهرامی، بگذارید راجع به راه حل حرف بزنیم. مشکلات هامون چندین دسته است، اما اگه بخوایم دو نگاه داشته باشیم، یکی بحث راه حل هایی که در درون ایران میشه انجام داد، یکم راه حل های سیاسی با افغانستان. به نظر شما در درون ایران چه راه حلی هست هنوز وجود داره و عملیه که بشه هامون رو دوباره زنده کرد؟
خیلی دشواره که ما بخوایم الان در مورد راه حلی که مطمئن به نتیجه برسه حداقل در کوتاه مدت بتونه مسئله سیستان و بلوچستان را حل بکنه اشاره بکنیم، به خاطر اینکه مثلا از همون سال 2015-2014 که مسئله آلودگی ریزگردای زابل جهانی شد در واقع بحثش و یه زنجیره انسانی برای حمایت از هامون تشکیل شد، خب خانم ابتکاری پژوهشگری تالاب هامون رو توی دانشگاه زابل تشکیل داد، یه فراکسیون نجات هامون در مجلس تشکیل شد، حتی هر سال یه درصدی از بودجه‌های استانی رو تعلق دادن در واقع به در مبارزه با بیابانزایی و تغییر اقلیم در منطقه سیستان و بلوچستان. ولی ما اینقدر زمان رو عقب انداختیم، اینقدر این مشکل رو انکار کردیم، همونجوری که در گزارش شما با زبان ساده سیستانی‌ها و بلوچ‌های عزیز اشاره کردن، نادیده گرفته شدن، اصلا این مردم حتی مخاطب قرار نگرفته مسئله شون هرگز، و به خاطر همین خیلی دشوار میشه در مورد راهکار صحبت کرد. ولی به هر حال مسئله مهمی که وجود داره اینه که تالاب دریاچه هامون یا تالاب هامون در واقع سومین تالاب بزرگ ایران بوده و قطعا یه سری رودهای کوچک و فصلی هم از در داخل ایران بهش میریخته. یه بخشش به خاطر اینه که این رودها الان دیگه جان ندارن، نه از خاش یا نهبندان یا به هر حال کوههای داخل ایران به هامون میریختن، یه بخشش هم چاهای غیر مجازی بوده که البته مسئله مال 4 سال پیشه و الان دیگه واقعا چاها هم حتی دیگه آبی ندارن که ما بگیم مثلا متوقف کردنشون یا کنترلشون به لحاظ قانون من میتونه مسئله رو حل کنه. ولی مسئله ریزگردها که یه بخش مهمش به خاطر اینه که کف دریاچه هامون در واقع داما ازش استفاده کرد یا شتربان ازش استفاده کردن و خب به هر حال باز اونم کمک کرده به اینکه تبدیل بشه به یه مرکز تولید ریزگر، این میتونه به یه شکل و نوعی حل بشه، حداقل یه پوششی مطابق با بوم و اقلیم اون منطقه لحاظ بشه که متاسفانه اینم تو سال 2012 اگر اشتباه نکنم براش بودجه مصوب میشه و یه نهالکاری میشه و دقیقاً مثل داستان خوزستان، دقیقاً مثل تالاب شادگان، مثل تالاب گاوخونی، مثل دریاچه ارومیه، فقط تفاوتش اینه که ترک‌ها و آذری‌های عزیز قدرت بیشتری داشتن و خوزستانی‌ها و زاگرسی‌ها تعدادشون بیشتر بود و صداشون حالا دیرتر در واقع تونستن صداشون رو خفه بکنن، ولی سیستان و بلوچستان استان مظلومی بود که حتی کیفیت آب آشامیدنیش 25% در واقع و استاندارد جهانی و استاندارد حتی همون ایرانه. در مورد راهکار فراملی، این از راهکار داخلی که من فکر میکنم حداقل ما میتونیم استفاده بکنیم، مثلا پژوهشی که اتفاق افتاده ببینیم که در مورد چاهای غیر مجاز، در مورد وضعیت در واقع لایروبی، اگر حالا اون بخش حداقل هامون که جان داره بتونیم کاری براش انجام بشه یا نه، که من خیلی دور از ذهن میبینم اینا. و موضوع اصلی و مهم در واقع، چون ببینید 2/3 دریاچه هامون در ایران هست ولی منبع اصلی تغذیه دریاچه هامون در خاک افغانستانه، به خاطر همین ما تنها چیزی که باقی میمونه همینه که ما بتونیم به لحاظ فراملی بحث بکنیم با افغانستان و به یه توافق سیاسی برسیم که حداقل یه بخشی حتی اگر شده از توافقی که در سال 1352 اتفاق افتاد و ما ازش حدود 850 میلیون متر مکعب در سال بهره باید میبرد هامون، بتونیم از اون استفاده بکنیم. ممنونم از فرصتی که ما دارید. عذرخواهی میکنم زمان زیادی باقی نمونده. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست از تورین، ممنون از صحبتاتون. مقام های تایلند همچنان در تلاشن تا ببینند بهترین راه برای نجات 12 نوجوان و مربیشان که در یک غار گرفتار شدند چیست. آنها 11 روز است که در این غار در شمال کشور گیر افتادند و به دلیل باران‌های موسمی سطح آب آنجا به شدت بالا آمده که کار امداد رسانی را بسیار سخت کرده. رعنا رحیم‌پور گزارش می‌دهد. لبخند و تعظیم. 12 پسر بچه تایلندی رو به دوربین خودشان را معرفی می‌کنند و می‌گویند حالشان خوب است. در کنار یکی از اعضای نیروی دریایی تایلند که به آنها می‌گوید همه جهان داستانشان را دنبال می‌کنند. آنها را دوشنبه پیدا کردند بعد از 9 روز بی‌خبری. آنها که از باران فرار کرده بودند به دلیل بالا آمدن سیل به اعماق غار پناه برده بودند. بیرون غار مادرانشان. خیلی خوشحالم که زنده و سالمه. نمیدونم چی بگم. از همه کسانی که کمک کردن ممنونم. دارم از دلتنگی برای پسرم میمیرم.
خارج کردن آنها آسان نیست، هم به این دلیل که هیچ کدام شنا بلد نیستند و همین که بخش‌هایی از غار آنقدر تنگ و تاریک است که تنها یکی یکی می توانند از آن عبور کنند. پسرها یا باید غواصی یاد بگیرند یا باید احتمالاً 4 ماه صبر کنند تا سیلی که غار را گرفته فرو بنشیند. مسئولان تلاش می‌کنند آب را تخلیه کنند و جلوی بالا رفتن سطح آب در داخل غار را بگیرند. آنها می‌گویند هیچ اقدام عجولانه‌ای نمی‌کنند که جان بچه‌ها به خطر بیفتد. باید 100% مطمئن بشیم که می‌تونیم پسرها رو خارج کنیم. نمیشه عجله کرد. داریم شرایط رو بررسی می‌کنیم و تنها به شرطی میاریمشون بیرون که هیچ خطری نباشه. در حالی که مسئولان مشغول بررسی وضعیت هستند، قرار است همچنان باران ببارد. هرچند خبرهای خوشحال کننده کم نیست، اما هنوز این کابوس برای فوتبالیست های کوچک و خانواده هایشان تمام نشده. رنا رحیم‌پور، بی بی سی. خب حالا 60 دقیقه رو با خبرهای ورزشی دنبال میکنیم. نگین با شما خواهد بود. بله، سه‌شنبه شب مسابقه نفسگیر انگلیس و کولومبیا پایان دور 1/8 نهایی جام جهانی فوتبال روسیه بود. بازی که در اون انگلیس بالاخره طلسم پنالتی‌ها رو شکست. جام جهانی تا پیش از این مرحله هم البته کم شگفتی نداشت، مثل حذف آلمان قهرمان دوره پیش. آرژانتین و اسپانیا و پرتغال هم که به سختی به این مرحله رسیده بودن، در نهایت به تلخی با جام خداحافظی کردن. 4 بازی جذاب و دیدنی در مرحله 1/4 نهایی داریم که اولیش اوروگو فرانسه خواهد بود. بعد از برد 4-3 در برابر آرژانتین، اعتماد به نفس فرانسوی ها خیلی بالا رفته، ولی اوروگوه هم نشون داده که با کاوانی و سوارز تیم خیلی خطرناکه. اگه همه چی مطابق میل هواداران فوتبال پیش بره، شاید در نیمه نهایی شاهد نبرد کلاسیک برزیل و فرانسه هم باشیم. اما برزیل در 1/4 بازی راحتی مقابل بلژیکی‌ها نداره، چرا که به سختی از پس ژاپن در اومده، اون هم 3-2، وقتی که 2-0 هم البته عقب افتاده بود. خوشبین ترین هوادار روسیه هم البته نمیتونه تصور کنه که روسیه در این جام به مرحله 1/4 نهایی برسه. خیلی از روس‌ها حالا رویای فینال در ورزشگاه لوژنیکی رو در ذهن دارن. اونها با پنالتی اسپانیا رو حذف کردن و حالا باید با کرواسی بازی کنن. انگلیس هم که البته بعد از برد دراماتیک مقابل کولومبیا، امیدواره که سوئد، یکی از منسجم‌ترین تیم‌های جام رو ببره و بالاخره فوتبال رو به مهدش یعنی انگلستان برگردونه. تو این جام جهانی تیم‌های آسیایی عملکرد به نسبت قابل قبولی داشتن. ژاپن موفق‌ترین تیم آسیایی بود. به 1/8 نهایی رسیده ولی با بدشانسی از بلژیک شکست خورد. ژاپن در دور مقدماتی تونست کولومبیا، یکی از تیم‌های قدرتمند آمریکای جنوبی رو شکست بده. و البته ایران با 4 امتیاز ودای تلخی با جام جهانی فوتبال داشت. 1 برد مقابل مراکش و 1 تساوی تلخ در برابر پرتغال باعث شد که ایران بهترین عملکرد تاریخش در جام جهانی رو داشته باشه. کره جنوبی هم بد بازی نکرد، اما کمترین امتیاز رو در تاریخ جام جهانی با 3 امتیاز گرفت، ولی تونست نامش رو در جام جهانی ثبت کنه، چرا که آلمان قهرمان جام قبل رو حذف کرد با 2 گل. استرالیا بود که ضعیف‌ترین عملکرد رو داشت و تنها 1 امتیاز سید کرد. و عربستان سعودی هم در مرحله گروهی 3 امتیاز گرفت که خوب بود، اما شاید بسیاری از هواداران فوتبال باخت 5-0 عربستان مقابل میزبان این دوره بازی‌ها در بازی افتتاحیه رو بیشتر به یادشون مونده باشه. اما برای اینکه ببینیم که حالا چه گذشت و باید بعد از این منتظر چه چیزی باشیم، کوروش بازیار، کارشناس فوتبال و مربی تیم‌های پایه از فرانکفورت آلمان همراه با آقای بازیار، باید به ما طرفداران انگلیس تبریک بگیم و به شما طرفدار آلمان تسلیت. همینطور تبریک میگم به دوستداران تیم انگلیس. چند سال اخیر میبینیم که یک جهش بزرگی رو فوتبال انگلیس پیدا کرده. 2 قهرمانی زیر 17 و زیر 20 سال جوانان و نوجوانان انگلیس در سال 2017 و این تیمی که ما الان داریم میبینیم یه تیم بسیار خوب دونده که میتونن بازی رو در عرض بسیار خوب عوض کنن، پاس بدن به هم دیگه. نوید یک انگلیس قدر قدرت رو برای یورو 2018 و جام جهانی 2022 رو میده. تا اینجا بسیار خوب کار کردن، امیدوارم هواداران انگلیس همچنان تیمشون رو در جدول
ببینن، هرچند که آلمان به نظر من تنها شگفتی دور مقدماتی بود که حذف شد، هرچند که ما در جام جهانی 2014 برزیل شگفتی بیشتری داشتیم، عنوان قهرمانی دست اسپانیا بود که همون دور مقدماتی به همراه ایتالیا، انگلیس، پرتغال و روسیه حذف شدن که ما الان میبینیم روسیه داره در مرحله یک چهارم نهایی خودش رو محک میزنه. خب الان ما در از جمعه شاهد بازی‌های جدید هستیم، پیش بینی شما چه هست؟ چقدر حساسیت بازی‌ها به اون گونه خواهد بود که در بازی قبلی تا مراحلی دیگه حتی نمیشد رو صندلی نشست؟ خب سمت چپ و سمت راست جدول برای رسیدن به فینال دو شرایط واقعا نامشخص دارن، به این منظور که سمت چپ ما برای رسیدن به فینالمون بایستی شاهد سه فینال بین اوروگوئه، فرانسه، بلژیک، برزیل باشیم، این دو بازی و برنده این دو بازی که در نیمه نهایی قراره که فینالیست رو مشخص بکنه. بنابراین این چهار تیمی که الان هستن هر چهار تیم میتونن به فینال برسن. اما در سمت راست جدول روسیه، کرواسی، انگلیس و سوئد، من به نظرم انگلیس و کرواسی شانس بیشتری دارن، روسیه کمترین شانس رو داره، اما نمیتونیم از نام سوئد به سادگی بگذاریم. شما هم در گزارشتون بسیار خوب بهش اشاره کردیم، تیمی منسجم با سبک و سیاق و نظم و نسق دفاع تیمی، دفاع منطقه‌ای، دفاع فردی که بسیار خوب میتونه بازی رو کنترل بکنه و بایستی منتظر موند ببینیم که آیا انگلیسی ها با این بازی هایی که تا به الان نشون دادن، آقای گلی رو در اختیار دارن، هریکین تونسته 6 گل در یک بازی کمتر نسبت به آقای گل دوری قبل از کولومبیا که با 6 گل در یک چهارم نهایی به عنوان دست پیدا کرد، همچنان آقای گل هست و فکر نمی کنم کسی بهش برسه. باید منتظر باشیم و جمعه و شنبه این هفته برنده های 4 بازی رو برای مرحله نیمه نهایی ببینیم. ممنونم کوروش بازیار، کارشناس فوتبال همراه ما. و البته به نادر هم برگردیم. نادر، من که خیلی بیتابم تا جمعه ببینم بالاخره تکلیف تیمی که هوادارش هم چی میشه. دقیقا نگین، و جدا از نتایج بازی ها، واکنش های هواداران و طرفدار تیم ها همیشه تماشایی 60 دقیقه رو با لحظه های تلخ و شیرین دور یک هشتم نهایی جام جهانی روسیه به پایان میبریم. متشکریم که این یک ساعت با من و نگین بودید. Thank you.
و باغ سنگیش. فیلمی از پرویز کیمیاوی این هفته در آپارات. چقدر قشنگ عاشقی با تو عزیز دلم، هیچکی نمیگیره دیگه جا تو عزیز دلم، جا تو عزیز دلم، چه کیفی داره عاشق. با قیصر هستیم در شهر خوش اسلو در برنامه این هفته.